عزیزانی که قدیر زحمت میکشن تعظیم شعائر میکنن خیلی مواظب باشن که این زحماتشون به نتیجه برسه، این زحماتشون در راستای رسوندن پیام پیغمبرمون در قدیر باشه. جشن بگیری، هدفت از این جشن جلب توجه به امام زمان و ایجاد معرفت برای امام زمان نباشه، باختی. یعنی منظور اصلی قدیر رو نگرفتی. تمام حرف قدیر اینه که هر زمانی مردم مثل پروانه دور امام اون زمان بگردن و همه توجهشون به اون امام باشه. این همه ی حرف قدیره. اطعام میکنی رنگ و بوی امام زمان نداشته باشه، قدیر نفهمیدیم. با یه تغییر نیت خیلی ساده همین اطعام قدیر مسیر ظهور امام زمان تو هموار میکنه. خدایا نیت میکنم این قضا رو توضیح میکنم به نیت فرج امام زمانم، برای برطرف شدن موانع فرجش. به همین راحتی نیت کردی رو ظرف قضات هم بزن اطعام به نیت فرج صاحب از زمان. هر کی این قضا رو بگیره یه لحظه یاد امام زمانش میفته. همون صبح اول وقت اولین تبریک عید قدیرمونو به امام زمانمون بگیم، باهاش حرف بزنیم، سیدی و مولایی. با همین کارهای ساده میتونیم به امام زمانمون توجه کنیم، اون بیمحلی ها رو جبران کنیم. چطوره یه دوستی داری یه چند وقتی زنگ نمیزنی بهش میگی فراموش کردی ما رو؟ همین کارهای ساده زنگاییه که به امام زمانت زدی، یعنی فراموشش نکردی، یعنی بوده گوشه قلبت. یه جای خوبی رفتی، یه مسافرت خوبی رفتی، یاد یکی از دوستانت کردی، تماس میگیری باهاش، میگی من یادت بودم اینجا. چه اثری داره، چقدر خوشحال میشه. چه جشنی بالاتر از قدیر، چه عیدی بالاتر از قدیر. تو بالاترین های امام زمانمون رو یاد کنیم، اون زنگه رو به پدر مهربانمون بزنیم، آقا جان یادت بودیم اینجا. تو تبریک عید قدیر که به هم میگیم جملات مهدوی بیاریم، مبارک باشه ایشالا ظهور فرزندش رو ببینیم، ایشالا از یاران فرزندش مهدی باشی. مقام منتظر خیلی بلنده، افضل و اهل کل زمان. تو برخوردهای عید قدیر که همدیگه رو میبینیم اظهار لطف میکنیم به همدیگه، این دعا رو در حق هم داشته باشی. به رفیقت بگو ایشالا از منتظرین فرزندش مهدی باشی. با همین کارهای خیلی ساده ما میتونیم توجه کنیم به امام زمانمون، رفع قربت کنیم از ایشون. پرده میزنی، پرچم میزنی، زینت میدی مجلس تو، کوچه تو. یه پرده به نام امیرالمومنین میزنی، پرده کناریش به نام فرزند امیرالمومنین باشه، به نام صاحب ولایت امروزت باشه. به شدت باید آپدیت باشی. جلسه داری، از سخنرانت بخواه از امیرالمومنین وصل کنه به امام زمان. مداح جلستونم همینطور. زمان زمان مهدیست، این جلسه باید یه جوری تموم بشه اون کسی که اونجا نشسته آخر این جلسه یه قدم به امام زمانش نزدیکتر شده باشه، و الا یقینی عرض میکنم اون جلسه مورد رضایت حضرات نیست. امام حسین علیه السلام به اون عالم فرمودن که زمان زمان مهدیست، تا میتونید برای فرزندم مهدی تبلیغ کنید، قریب ایشون مظلومه. و فرمودن هر چی برای ایشون بگید در اصل اونو برای همه ما اهل بیت گفتین. دیگه چی میخوای؟ هم مقممون این باشه که تو این مراسم و این جلسات اون تقاضای مکرری که امام زمانمون داشته رو بهش بپردازیم، تبیین کنیم. بعضی از درخواست های امام زمانمون هست که صد بار تکرار شده هنوز مورد توجه قرار نگرفته، هنوز درک نشده. این جلسات بهترین فرصت هایی که مردم میتونن پیام های امام زمانشون رو بشنون. این گونه که عمل کردیم، حضرت میبینه که تو جشن قدیر شیعیانش دارن بهش توجه میکنن، نامش رو میبرن، دعاگوش هستن. لبخند میاد رو لب فرزند امیرالمومنین، یقینا قلبش شاد میشه، و اون قلب اگه شاد بشه قلب عالم شاد میشه. ایشون واسطه فیض هستن، بالادست نسیمی به وزه همه کائنات اثر میگیره.